دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می‌کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می‌کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب سرزمین جاوید، خشایارشا و شورش بابل. در قدیم کمتر اتفاق می افتاد که یکی از سلاطین شرق فوت کند و برای جانشین او مشکلات به وجود نیاید. مشکلات مزبور همواره از این ناشی می شد که مدعیان سلطنت و گردن کشان که در دوران پادشاه سابق بر جای خود نشسته بودند به گمان اینکه پادشاه جدید جوان و تازه کار است و می توان او را از تخت سلطنت فرود آورد سر بلند می کردند. اما بعد از اینکه خشایارشا پادشاه شد، کسی جز برادر بزرگ او که در زمان داریوش یاغی شده بود سر بلند نکرد. در عوض بابل شورید و در همان حال سلطه سیاهان بر مصر دوام داشت. خشایارشا دارای برادری بود که یونانیان اسمش را آکاماناش نوشته اند و ما امروز می دانیم که هخامنش بوده است. هخامنش از بطن آتوسا دختر کوروش متولد گردید و بعد از اینکه جسد داریوش در قبر نهاده شد به برادرش خشایارشا گفت: اگر تو موافقت کنی که من به سیندج بروم و در آنجا با آرتوبازان صحبت کنم، او را از آن قلعه بیرون خواهم آورد. خشایارشا گفت: تو اگر به آنجا بروی، چون برادر تنی من هستی، ممکن است به دست آرتوبازان به قتل برسی. هخامنش گفت: او مرا نخواهد کشت، چون از کودکی مرا دوست می داشت و به من اعتماد دارد، ولی بعد از اینکه من او را از قلعه سیندج بیرون آوردم، تو نیز نباید او را بکشی. خشایارشا گفت: چگونه او را از آن قلعه بیرون می آوری؟ هخامنش گفت: مار سمی را با حرف افسون می کنند و از سوراخ بیرون می آورند و من هم می توانم به وسیله حرف آرتوبازان را افسون کنم. مشروط بر این که تو با خط خود بنویسی و قول دهی که وی را به قتل نخواهی رسانید. خشایارشا گفت: تو شنیدی که یکی از وصایای پدر ما این بود که بعد از دستگیری آرتوبازان او را به قتل نرسانم. هخامنش اظهار کرد که تو آرتوبازان را وصیت را نشنیده و لذا تا خط تو را نبیند باور نمی کند که تو او را نخواهی کشت و به حبس نخواهی انداخت. خشایارشا دو نوشته به دست خود بر پوست نوشت، یکی خطاب به اولوس فرمانده ارتشی که قلعه سیندج را در محاصره داشت و دیگری خطاب به آرتوبازان. در نوشته اول خشایارشا حکم کرد که اولوس راه دهد تا اینکه برادرش هخامنش وارد قلعه سیندج گردد و با آرتوبازان گفتگو نماید. در نوشته دوم خشایارشا به آرتوبازان قول می داد که هرگاه وی دست از یاغیگری بردارد و از قلعه سیندج خارج شود و در آینده مبادرت به طغیان ننماید، از مجازاتش صرف نظر خواهد کرد و او را نخواهد کشت، بلکه به وی منصب خواهد داد و او مثل گذشته ساتراب خواهد شد.
اخامنش با آن دو نام راه سیندج را پیش گرفت و نام ای که باید به اولوس تسلیم نماید به او داد. اولوس بعد از خواندن حکم خشایارشا گفت: ندا در بدهن که هخامنش برادر آرتوبازان آمده است و میخواهد وارد قلعه شود. آرتوبازان از هزاران سرباز ایرانی که اطراف سیندج بودند مطلع شد که پدرش داریوش مرده است و طبیعی است که فهمید بعد از مرگ او خشایارشا بر تخت سلطنت نشست و از آمدن هخامنش به دو جهت خوشوقت گردید. اول اینکه او را دوست می داشت و دوم اینکه حدس می زد برادرش به احتمال قوی برای او یک خبر تازه آورده، وگرنه زحمت مسافرت تا آنجا را متحمل نمی شد و درخواست نمی کرد که وارد قلعه شود. این بود که در پاسخ منادی ارتش اولوس به وسیله یکی از مردان خود ندا در داد که هخامنش خوش آمده و می تواند از راه حصار وارد قلعه شود. آرتوبازان می ترسید که اگر دروازه قلعه را بر روی ورود هخامنش باز کند، سربازان اولوس از فرصت استفاده کنند و وارد قلعه شوند. به دستور آرتوبازان چیزی مانند یک هودج کوچک به دو طناب قطور و محکم بستند و از حصار پایین فرستادند و بعد از اینکه هخامنش در آن نشست، هودج را بالا کشاندند. هخامنش را نزد برادرش بردند و دو برادر یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. و بعد از بوسه اولین جمله ای که به قول آریان از دهان هخامنش خارج شد این بود: ای آرتوبازان، راضی مشو که دودمان هخامنشی از بین برود. آرتوبازان با حیرت گفت: من چه کرده ام که برای دودمان هخامنشی خطر به وجود آورده؟ هخامنش گفت: اقدام تو سبب شده که مصر و بابل هر دو سر بلند کنند و فرداست که تمام سلاطین آسیای صغیر و سوریه و آنگاه سلاطین مشرق ایران سر بلند خواهند کرد و دودمان هخامنشی از بین خواهد رفت. آرتوبازان گفت که من حق خود را می‌خواهم و برای از بین بردن دودمان هخامنشی اقدامی نکردم. هخامنش اظهار کرد: حقی که تو میخواهی از پدر ما میخواستی و میگفتی که او باید تو را ولی عهد کند، اما پدر ما مرده و ادعای تو بیمورد شده. برای اینکه کسی بر مرده ادعا ندارد و تصدیق کن که تو در زمان حیات پدر ما ادعایی بر خشایارشا نداشتی. آرتوبازان گفت: راست است و من بر او ادعا نداشتم و بر پدرم مدعی بودم. هخامنش گفت: امروز خشایارشا پادشاه است و محال است که یک سلطان دست از سلطنت خود بردارد. تو نمی توانی خشایارشا را مجبور کنی که دست از سلطنت بردارد. برای اینکه در این قلعه محصور هستی و راه خروج نداری و خشایارشا هم از محاصره این قلعه دست نخواهد کشید، ولو 50 یا 100 سال این قلعه را در محاصره داشته باشد، برای اینکه می‌داند که تو مدعی تاج و تخت وی هستی. آرتوبازان سکوت کرد. هخامنش گفت: من نمی‌دانم که تو در این قلعه چقدر آذوقه داری، ولی هر قدر هم داشته باشی عاقبت تمام خواهد شد و اگر تمام نشود فاسد خواهد شد و موش و حشرات آذوقه را از بین خواهند برد و روزی خواهد آمد که تو و مردانت در این قلعه گرسنه خواهید ماند و چاره نخواهید داشت جز اینکه تسلیم شوید. آرتوبازان گفت: چاره ای جز ادامه پایداری ندارم، ولو بدانم که از گرسنگی خواهم مرد. هخامنش گفت: تو چاره داری و چاره ات این است که دروازه این قلعه را باز کنی و از اینجا خارج شوی. آرتوبازان اظهار کرد: آن وقت خشایارشا پوست مرا زنده خواهد کند، خاصه آن که تازه بر تخت سلطنت نشسته و مقتضی می داند که با یک اقدام بیرحمانه ترس خود را در دلها جا دهد.
هخامنش گفت: مگر تو نشنیده ای که پدر ما قبل از مرگ وصیت کرد که اگر خشایارشا تو را دستگیر نمود به قتلت نرساند؟ آرتو بازان گفت: من موقع مرگ پدرمان در این قلعه بودم و از وصیت او اطلاعی ندارم، ولی به فرض اینکه این وصیت را کرده باشد، خشایارشا بعد از اینکه من از این قلعه خارج شوم، مرا در قلعه ای دیگر محبوس خواهد کرد و من تا پایان عمر در زندان خواهم بود. هخامنش گفت: تو اگر عهد کنی که بعد از خروج از این قلعه یاقی نشوی، محبوس نخواهی شد و مثل گذشته ساتراپ یکی از ایالات ایران خواهی گردید. آن وقت نامه خشایارشا را به نظرش رسانید و آرتوبازان خط خشایارشا را شناخت و قایل شد که اگر تسلیم شود، نه به قتل خواهد رسید و نه محبوس خواهد شد. چون محال بود سلاطین هخامنشی وعده ای و قولی دهن و برخلاف آن عمل کنند. اما آرتوبازان فکر همراهان خود را هم می کرد و گفت: من در این قلعه تنها نیستم و عده ای با من هستند و اینان هم یاقی می باشند. اگر از این قلعه خارج شوند به قتل می رسند. من باید از لحاظ همراهان خود نیز اعتماد داشته باشم و بدانم به قتل نخواهند رسید. هخامنش گفت: من به تو قول می دهم که خشایارشا همه آنها را ببخشاید. آرتوبازان گفت: برو و نوشته ای دیگر از خشایارشا برای من بیاور که متضمن عفو تمام همراهان من باشد. بعد از اینکه ساتراب شدم، بتوانم آنها را با خود ببرم و در دستگاه حکومت به کار وادارم. هخامنش گفت: من از خشایارشا نامه ای میگیرم که تمام همراهانت را مورد بخشش قرار دهد، ولی نمیتوانم به تو قول دهم که وی موافقت خواهد کرد که تو همراهانت را با خود ببری. هخامنش بیش از چند ساعت در قلعه سیندش توقف نکرد و همان گونه که وارد آن قلعه شده بود از آنجا خارج گردید. وی با سریع ترین وسایل نقلیه خود را به خشایارشا رسانید و باز دو نامه از پادشاه ایران گرفت، یکی خطاب به اولوس و دیگری خطاب به آرتوبازان. خشایارشا در نامه اول به اولوس گفت: چون آرتوبازان و همراهانش تسلیم می شوند، لذا مورد بخشایش پادشاه قرار می گیرند. بعد از اینکه از قلعه خارج شدند، باید با احترام پذیرفته شوند و آرتوبازان راه پای تخت را پیش خواهد گرفت و همراهانش به ولایات خود خواهند رفت. در نامه دوم خطاب به آرتوبازان خشایارشا گفت که همراهان او هم مورد بخشایش پادشاه قرار می گیرند و به هر جا که بخواهند می توانند بروند، ولی نباید با وی باشند. به این ترتیب هخامنش برادر کوچک خشایارشا به قائله آرتوبازان خاتمه داد. این شخص بعد از خروج از قلعه سیندج به پای تخت رفت و 40 روز در آنجا ماند و نشان داد که دیگر قصد یاقیگری ندارد و مایل است که بعد از آن با صمیمیت خدمت کند. خشایارشا برای اینکه نشان دهد که به او اعتماد دارد، وی را فرمانده ارتشی کرد که بایستی رود و طغیان بابل را فرو بنشاند. هخامنش هم بعد از اینکه قائله آرتوبازان خاتمه یافت، فرمانده ارتش مصر گردید و علاوه بر آن فرمان روای کل مصر شد. هرودوت می گوید که علت شورش بابلی ها این بود که خشایارشا در زمان ولایت عهدی سفری به بابل کرد و به خدایان بابلی بی احترامی نمود. لذا بعد از اینکه به سلطنت رسید، مردم بابل شوریدن و گفتند که نمی توانند تحت الحمایه مردی به سر ببرند که به خدایان آنها بی احترامی کرده باشد. که تزیاس این گفته هرودوت را تکذیب می کند و می گوید حتی اگر خشایارشا تعمد داشت که به خدایان بابلی بی احترامی کند، امکان نداشت که بتواند مبادرت به آن کار نماید.
در دوره داریوش هر کس به خدای یک ملت بیگانه اهانت می کرد به قتل می رسید. بابلی ها مجاز بودند که به خدایان خود اهانت کنند، چون داریوش اهانت یک بابلی را به خدای بابلی یک مسئله داخلی می دانست. کتزیاس می گوید خشایارشا می دانست که اگر به خدایان بابلی توهین کند به حکم پدرش به قتل خواهد رسید، زیرا آزادی مذاهب مللی که تحت الحمایه ایران بودند و احترام مذاهب آنها یکی از ارکان اصلی سیاست امپراتوری ایران در دوره داریوش بود. طبق نوشته کتزیاس بابل از این جهت شورید که پادشاه آن بعد از مرگ داریوش فکر کرد که میتواند خود را از سلطه پادشاه جدید ایران نجات دهد. داریوش بعد از اینکه بر کشوری مسلط میشد حکمران خارجی را بر مردم آن کشور تحمیل نمی نمود، مگر در صورت یاغی شدن پادشاه محلی و همواره پادشاه محلی را بر تخت می نشانید و عنان آن کشور را به دستش می داد. در بابل یک پادشاه محلی به اسم کترابی سلطنت می کرد. بعد از اینکه از مرگ داریوش مستحضر گردید، در یک روز تمام ایرانیانی را که ساکن بابل بودند به قتل رسانید و اموالشان را تصاحب کرد و همه آنها بازرگان بودند یا صنعتگر. شورش کترابی خیلی بر خشایارشا گران آمد و ایرانیانی که به حکم پادشاه بابل کشته شدند گناهی نداشتند و هرگز آزارشان به بابلی ها نرسیده بود. در ادوار قدیم برخلاف امروز که بعضی از کشورها مهاجر میپذیرند، مهاجر از یک کشور به کشور دیگر مرسوم نبود. مردم یک کشور در کشور دیگر سکونت نمی کردن مگر اینکه به شکل مهاجم به آن کشور رفته و با غلبه آنجا را اشغال کرده باشند، یا اینکه پادشاهان زمان سکونت آنها را در یک کشور خارجی تشویق کنند. ایرانیانی هم که در بابل زندگی می کردن به تشویق کوروش و بعد از وی به تشویق داریوش به آنجا رفتن و تجارت خانه تأسیس کردن، یا اینکه کارگاه صنعتی گشودن و ناگهان قربانی کترابی شدن. علت قتل ایرانیان بابل به حکم کترابی این نبود که از آنها به مردم آزار می رسید، بلکه از این جهت کشته شدند که مزداپرست بودند و وی نمی توانست بپذیرد که عده‌ای در کشور او زندگی کنند و خدایان او را نپرستند. از اینجا می توان فهمید که سلاطینی چون کوروش و داریوش که به مذاهب ملل دیگر احترام می گذاشتند، چقدر از لحاظ فکری و اجتماعی از سلاطین و مردم عادی آن زمان جلوتر بودند. اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم می‌بینیم که از آغاز تاریخ تا قرن 17 میلادی هیچ پادشاه در هیچ کشور نمی‌توانست از تحمل کند که مردمی در آن کشور باشند و دین او را نپرستند. مردمی که در یک کشور زندگی می‌کردند باید به طور حتم دین پادشاه آن کشور را داشته باشند، وگرنه کشته می‌شدند و فقط یهودی‌ها در کشورهایی که در آن به سر می‌بردند مستثنا به شمار می‌آمدند. و علتش این بود که سلاطین شرق و غرب آنها را جزو افراد ملت خود به شمار نمی‌آوردند، بلکه افراد قومی بیگانه می دانستند که در آن کشور به سر می بردند. اما هر کس که جزو افراد ملت بود باید به طور حتم متدین به دین پادشاه کشور باشد. حتی در بحبوحه قرن 17 میلادی لویی 14 پادشاه فرانسه نتوانست تحمل کند که گروهی از افراد ملت او که دارای مذهب پروتستانی بودند مذهبی غیر از مذهب وی داشته باشند، و وی فرمان داد که تمام پروتستانی ها را از فرانسه بیرون کنند. اگر گاهی سلاطین قدیم موافقت می کردند که عده‌ای از اتباع آنها دینی غیر از دین خود آنان داشته باشند، ناشی از ترس بود.
چون می دانستن آنهایی که در داخل کشورشان دین دیگر دارند دارای حامیان قوی هستند، مثل مسیحیانی که در دوره سلطنت پادشاهان عثمانی در آن کشور زندگی می نمودند. روزی که خشایارشا خواست آرتوبازان را به فرماندهی ارتش به بابل بفرستد، به وی گفت: بعد از اینکه بر بابل غلبه کردی به طور دقیق تحقیق کن که چند ایرانی در بابل کشته شده اند و در ازای هر ایرانی 5 نفر از اشراف و کاهنان بابلی را بکش. اما دقت کن که از طرف تو و افسران و سربازان ایرانی اهانتی به خدایان بابل نشود. آرتوبازان به سوی بابل به راه افتاد و از رود ایران شهر که امروز به اسم دجله خوانده می شود و زمانی آن را رود اروند می گفتند گذشت و نزدیک پالادرود یا فالادرود که امروز به اسم فرات می خوانند رسید و در آنجا توقف کرد. چون به او اطلاع دادند که پادشاه بابل یک قشون نیرومند را برای جلوگیری از او فرستاده است و آرتوبازان منطقه ای را که در آن توقف کرده بود برای به کار انداختن عرابه های جنگی خود مناسب دانست. در گذشته ضمن وقایع دوران سلطنت کوروش و کمبوجیه و داریوش اول گفتیم که در ارتش ایران یکی از صنوف اصلی و مؤثر صنف عرابه های جنگی بود و نیز گفتیم که عرابه جنگی در آغاز در کشور هاتی واقع در ترکیه امروز اختراع شد. اما همانطور که تانک را انگلیسی ها اختراع کردند و آلمانی ها در جنگ جهانی دوم به خوبی از آن استفاده نمودند، عرابه جنگی هم که اختراع مردم هاتی بود در ایران به خوبی مورد استفاده قرار گرفت. که تزیاس نوشته است که چرخ عرابه های جنگی با آهن ساخته می شد. وی به خوبی می دانست بین آهن و فلزات دیگر فرق بگذارد، چون نوشته است که قفتان را با هاون یا مفرق می ساختند. اگر امروز از دوره هخامنشیان آهن به دست نمی آید، دلیل بر این نیست که در آن دوره ایرانیان از وجود آهن بدون اطلاع بوده اند. چون می دانیم آهن زود زنگ می زند و از بین می رود و مقاومت مفرق در قبال زنگ زدگی بیش از آهن است. به نظر می رسد که برتری عرابه های جنگی ارتش ایران نسبت به عرابه های جنگی دیگران در این بوده که چرخهای عرابه و داس آن را با آهن می ساختند. واضح است که تمام چرخ با آهن ساخته نمی شد، بلکه فقط محور چرخ و تسمه دور چوب را با آهن می ساختند و داس عرابه هم که جلوی مالبند نصب می گردید با آهن ساخته می شد. طوری آن را تیز می کردند که اگر عرابه با سرعت زیاد حرکت می کرد و داس به تنگ یک درخت متوسط می رسید، آن را قطع می نمود. رانندگان عرابه های جنگی در دوره هخامنشیان یک نوع اصیل زاده بودند. کسانی که در مسابقه عرابه رانی گوی سبقت را می رو بودن مثل قهرمانی ورزشی این دوره مورد تشویق قرار می گرفتن و نزد مردم احترام داشتند و آنها را به اسم یال می خواندند. همین کلمه است که به شکل یل باقی مانده و در اشعار شعرای ایران ذکر شده. اگر مدارک قدیم ایران باقی میمان، امروز می‌دانستیم که صنف عرابه‌های جنگی در ارتش ایران دارای اصلاحات متعدد برای مانورهای گوناگون بود و هر قسمت از عرابه و هر یک از اسب‌های آن و هر یک از سرنشینان اسم مخصوص داشتند. اما تمام اسناد ایران در دوره هخامنشیان به دست اسکندر از بین رفت. سوابق عرابه های جنگی در جهان خیلی قدیمی تر از دوره هخامنشیان است. در پاپیروس های مصری که در موزه لوور فرانسه نگاهداری می شود سندی هست که نشان می دهد در 1250 سال قبل از میلاد مسیح مردم هاتی دارای عرابه های جنگی بوده اند.
هاوارد فاس محقق معاصر آمریکایی در بیوگرافی حضرت موسی نوشته است که او در جوانی فرمانده عرابه های جنگی قشون فرعون بود و زمان موسی 1000 سال قبل از میلاد مسیح است. اما در هیچ کشور و هیچ دوره عرابه های جنگی مثل دوره هخامنشیان در میدان کارزار اثر نداشته. یگان نقص سلاح مزبور این بود که نمی توانستن آن را در همه جا به کار بیندازن و جز در زمین های مسطح. از عرابه جنگی به خوبی استفاده نمی شد و به همین جهت آرتوبازان بعد از اینکه فهمید که کترابی پادشاه بابل یک قشون برای جلوگیری از او فرستاده توقف کرد. برای اینکه آن منطقه مسطح بود و برای بکار انداختن عرابه ها مفید به نظر می رسید. آرتوبازان می دانست که ارتش بابل از جنوب خواهد آمد. برای اینکه بابل در جنوب بود و نیز پیش بینی می نمود که ارتش بابل به موازات شط فرات پیش خواهد آمد زیرا به آب احتیاج داشت. آرتوبازان آن روز و شب بعد را در آن منطقه توقف کرد و روز دیگر مأمورین اکتشاف به او اطلاع دادند که یک قشون از طرف جنوب می آید و آرتوبازان خود را برای حمله آماده کرد و به فرمانده عرابه های جنگی خود گفت: مانور عرابه های ما باید این باشد که در آغاز خود را بین شط و نیروی بابل قرار دهند تا اینکه بتوانند سربازان بابل را به طرف پیادگان و سواران ایران برانند و از آن به بعد سواران و پیادگان ایران از مشرق به نیروی بابل حمله ور خواهند شد و عرابه های جنگی از طرف مغرب و صفوف سربازان بابلی متلاشی خواهد شد و آنها چاره نخواهند داشت جز اینکه تسلیم شوند یا به قتل برسند. همین که قشون بابل نزدیک شد، عرابه های جنگی آرتوبازان در طول شط فرات و در امتداد جریان آب به سوی جنوب به حرکت در آمدند. عرابه ها طوری سریع حرکت می کردند که به زودی واحد های مقدم آنها در وسط انبوه غبار ناپدید شدند. در همان حال که عرابه ها راه جنوب را پیش گرفتند، پیادگان و سواران ایرانی با آرایش جنگی از طرف شرق به ارتش بابل نزدیک شدند. ارتش آرتوبازان در حالی که دارای یک قلب و دو جناح و یک ذخیره بود به قشون بابل نزدیک شد. قشون بابل از پیادگان تشکیل می شد و سوار و عرابه نداشت، اما چهارپا برای حمله بار به مقدار زیاد در ارتش بود و افسران بابلی هم اسب داشتند. آرتوبازان بدون اینکه از وضع عرابه های خود که بین شط فرات و قشون بابل قرار گرفته بود اطلاع داشته باشد، از مشرق با قلب و دو جناح خود که همه پیاده بودند حمله کرد. طولی نکشید که از فوج صفوف سربازان بابلی فهمید حمله عرابه ها به طور مستقیم علیه سربازان مزبور شروع شده. خانتوس می گوید: عرابه ها وقتی دانستند که بین قشون بابل و شط فرات فاصله به وجود آورده اند و سربازان بابلی به شط دسترسی ندارند که از راه آب عقب نشینی نمایند، با یک حرکت خط سیر خود را تغییر دادند و هر عرابه اسب‌ها را به سوی مشرق برگردانید. طوری حرکت عرابه ها منظم بود که تو گویی تمام عرابه های جنگی اعضای بدن یک نفر هستند و از اراده یک نفر اطاعت می کنند و همین که روی اسب ها به سوی مشرق شد، عرابه ها به طرف سربازان بابلی به حرکت در آمدند و طوری حرکت می کردند که بین آنها فاصله به وجود نیاید. رانندگان عرابه ها بدون اینکه از قوانین مکانیکی که علوم جدید بدان پی برده اطلاع داشته باشند می دانستند که هر قدر عرابه سریع تر حرکت کند، پایداری مقابل آن دشوارتر می شود و در سرعت های زیاد داس عرابه همه چیز را قطع می کند
و اگر سربازان از داس کشته نشوند زیر سم اسب‌ها و چرخ عرابه ها جان خواهند سپرد. فشار عرابه های جنگی ایران پیادگان بابلی را متزلزل کرد و عده ای از آنها کشته شدند. و چون پیادگان آرتوبازان هم از مشرق حمله می کردن، پیادگان بابلی بین دو تیغ قرار گرفتند. صفوف بابلی ها در بعضی از نقاط بریده شد و در آن مناطق عرابه های آرتوبازان که از مغرب می آمدن و پیادگان ایرانی که از مشرق حمله می کردن به هم رسیدند. در نتیجه ارتش بابل به چند قسمت تقسیم شد و هر یک از آن قسمت ها مورد محاصره کامل نیروی آرتوبازان قرار گرفت. دنیای کتاب صوتی